سرخط خبرها. آمار مرگ و میر جهانی کرونا از 900 هزار نفر گذشت. با افزایش موارد ابتلا، محدودیت ها و قرنطینه در بسیاری از کشورها باز می‌گردد. اختلاف تهران و لندن بر سر بدهی تانک‌های چیفتن. وزیر دفاع ایران می‌گوید انتظار دارد گامی فوری برای پرداخت این بدهی 40 ساله برداشته شود. ادامه آتش سوزی در جنوب غرب آمریکا، 5 شهر در ایالت اورگان خاکستر شدند. و انسان بزرگترین قاتل روی کره زمین. تحقیقات نشان می‌دهد در 50 سال گذشته بشر 2/3 حیات وحش را از بین برده. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در جهان از مرز 900 هزار نفر گذشته. ایالات متحده آمریکا بیشترین قربانی و موارد مثبت کرونا را در جهان دارد. حالا بسیاری از کشورها در تدارک بازگرداندن قرنطینه‌های محلی یا سراسری هستند. همزمان ابعاد جدیدی از پیچیدگی تولید انبوه واکسن کرونا و روش‌های توزیع آن در جهان روشن می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش شیدا هوشمندی. تا تولید انبوه واکسن هنوز راه درازی مانده. اما یاتا یا همان انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی میگوید تولید واکسن یک طرف، توزیع آن در جهان خود چالشی تاریخی است. برای جابجایی میزان کافی واکسن به سراسر جهان دست کم به 8000 فروند هواپیمایی مانند این نیاز است. بنابر اعلام یاتا، این برآورد با فرض این است که هر نفر یک دوز واکسن دریافت کند. از دوشنبه آینده محدودیت‌های جدیدی در بریتانیا برقرار می‌شود و تجمع بالای 6 نفر ممنوعیت قانونی خواهد داشت. طی 24 ساعت گذشته بیش از 8500 مورد ابتلا در فرانسه اعلام شده و ممکن است قرنطینه اجباری در برخی مناطق این کشور برقرار شود. در جمهوری چک هم برای دومین روز متوالی بیش از 1000 مورد ابتلای قطعی به کووید 19 گزارش و بار دیگر پوشیدن ماسک در اماکن سرپوشیده اجباری شده. اسپانیا همزمان با بازگشایی مدارس بیش از 4400 مورد ابتلا اعلام کرده و حالا پوشیدن ماسک در بسیاری از مناطق این کشور برای کودک و بزرگسال اجباری است. میزان ابتلا در مادرید بالاست. خب مادرید شهر بزرگیه. جمعیت زیادی توش زندگی میکنن و انتظارش میرفت. با این حال به نظر من بازگشت کودکان به مدرسه ترسناکه. به خصوص تو این شرایط که یه ویروس کشنده جان همه ما رو تهدید میکنه. در اندونزی بیمارستان ها شرایط اضطراری دارند و احتمالاً محدودیت ها در پایتخت این کشور باز برقرار خواهد شد. هند رکورد بالاترین میزان ابتلا در یک روز را به ثبت رسانده و بیش از 95700 مورد ابتلای قطعی گزارش کرده. در اسرائیل احتمال قرنطینه سراسری بالا رفته. دیروز 3904 مورد ابتلا در این کشور گزارش شد و مقام‌های بیمارستانی درباره تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها هشدار دادند. حالا بیش از 900 هزار نفر در سراسر جهان در اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. خطر هنوز در یک قدمی است و تمام کشورها در حالت هشدار. شیدا هوشمندی، بی بی سی. مراحل آزمایش واکسن کرونا که توسط یک شرکت بزرگ داروسازی با همکاری دانشگاه آکسفورد در جریان بود، بعد از اینکه یکی از داوطلبان بیمار و بستری شد متوقف شده. این شرکت داروسازی اما گفته هنوز امکان تولید واکسن تا پایان سال وجود دارد. همزمان کار تحقیق در مورد واکسن کرونا و درمان احتمالی آن با سرعت چشمگیری پیش می رود. گزارش فرگوس والش رو ببینیم. بیش از 10000 داوطلب در بریتانیا تحت عنوان طرح آزمایش واکسن کرونا از این ویروس مسئولیت پیدا کردند. خیلی از آنها سالمند هستند. بعضی قرار بود این هفته دوز دومشان را دریافت کنند. این برنامه لغو شد چون یکی از داوطلبان کارش به بیمارستان کشید.
با این حساب در حال حاضر هیچ داوطلبی در هیچ نقطه ای از دنیا از جمله آمریکا، آفریقای جنوبی و برزیل نمیتواند از واکسن آکسفورد استفاده کند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که واکسن ها جواب میدن و امن هستند. این وقفه که داشتیم خوب نیست. کلا ما دوست نداریم این واکسن ها عوارض داشته باشند. ولی این اتفاق بالاخره میفته و مهمه که ما با دقت بررسی کنیم و دلیلش رو بفهمیم. پس این واکسن کی به دست ما میرسه؟ در حال حاضر 32 واکسن کرونا در مرحله آزمایش هستند و سازندگان واکسن دارن از 280 هزار داوطلب در 34 کشور دنیا استفاده میکنن. شاید به زودی بفهمیم که یکی از این واکسن ها تا پایان سال جاری عمل میکنه، اما هنوز چیزی قطعی نیست. همزمان 9 شرکت اصلی داروسازی تعهدی را امضا کردند که ایمنی را اولویت قرار داده و استانداردهای علمی و اخلاقی را در جستجوی یک واکسن رعایت کنند. آسترازنیکا، جی اس کی، فایزر و غیره گفتند زمانی برای کسب گواهی رسمی اقدام میکنند که همه مراحل آزمایش واکسن تکمیل شده باشد. داوطلبان واکسن آکسفورد هنوز در حال دادن آزمایش خون و معاینات دیگر هستند. واکسیناسیون آنها شاید تا چند روز دیگر از سر گرفته شود، ولی تصمیم نهایی با کارگزاران بهداشتی است. فرگوس واش، بی بی سی نیوز. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. خبرگزاری فارس گزارش داده نیروی زمینی سپاه در هفته جاری یک سلسله عملیات در شمال غرب ایران انجام داده و تعداد زیادی از مقرهای گروه‌هایی که تروریستی خوانده را منهدم کرده. در این گزارش آمده در این عملیات تعداد زیادی از عناصر مهم و سرشناس موسوم به ضد انقلاب کشته شدند، اما به نام آنها اشاره‌ای نشده. همزمان با تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا، ارتش ایران از رزمایشی 3 روزه در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده. شهرام ایرانی، سخنگوی رزمایش ذوالفقار 99، به هواپیماهای خارجی به ویژه پهپادهای آمریکایی هشدار داده در زمان رزمایش به این محل نزدیک نشوند. ارتش ایران میگوید در این رزمایش موشک شلمچه نیروی پدافند هوایی اهدافی را در سطح دریا منهدم کرده است. ایران گفته هدف از این رزمایش توسعه استراتژی در دفاع از آب‌هایش است. حسین اسدبیگی، رئیس گروه دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرده طبق آمار پزشکی قانونی پارسال در ایران بیش از 5000 نفر خودکشی کردند. بیش از 3600 نفر آنها مرد و 1500 نفر زن بودند. بر اساس این آمار، خودکشی منجر به فوت در مردان بیشتر از زنان است. امروز 10 سپتامبر روز جهانی جلوگیری از خودکشی است. در ایران شماره تلفن 123 اورژانس اجتماعی 24 ساعته به مشاوره در این زمینه می‌پردازد. یک ماه بعد از انفجار مرگبار در بیروت، امروز یک انبار روغن موتور و لاستیک ماشین در بندر این شهر آتش گرفت. اینها تصاویر زنده هست از آسمان بیروت که با این آتش سوزی و این دود سیاه همه جا رو فرا گرفته. ارتش لبنان گفته هلیکوپترهایش رو برای خاموش کردن آتش استفاده خواهد کرد. هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث این آتش سوزی شده. رئیس صلیب سرخ لبنان گفته در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسیده. بعضی از شهروندان در نزدیکی محل حادثه دچار تنگی نفس شدند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید با توجه به اذعان وزیر دفاع بریتانیا، انتظار می‌رود لندن برای پایان دادن به نارضایتی ایران با برداشتن گام‌های عملی و فوری بدهی 40 ساله تانک‌های چیفتن را تصفیه کند. اخیراً بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، گفته بود فعالانه به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است که در نهایت می‌تواند به آزادی شهروندان دو تابعیتی بریتانیا از جمله نازنین زاغ رادکلیف کمک کند. برای صحبت در این باره همکارم امید منتظری اینجا در استودیو با ماست. بیشتر از این بیانیه وزارت دفاع بگو و چی شده که وزارت دفاع در این مورد صحبت میکنه. ببین، اتفاقی که امروز افتاده اینه که شاکی پرونده، یعنی وزارت دفاع وارد شده و بیانیه داده. تا قبل از این موضوع وزارت خارجه رو ما داشتیم، اما ماجرای این تانک های چیفتن و بدهی 40 سالش در واقع مرتبط به قراردادی بین وزارت دفاع ایران و وزارت دفاع بریتانیا. در نتیجه طبیعیه که وزارت دفاع وارد شه. در بیانیه امروزش دو سه تا نکته مهم دست گذاشته. اینکه اولا ما سر اصل ماجرا
ماجرا دعوایی نداریم، ثابت شده است در دعاوی بین المللی و خب در این مورد به نظر میرسه که وزارت دفاع ایران حق داره. دو بار رفتن توی دادگاه، یک بار توی هلند رفتن سال 2008-2009 که اونجا یک بار به پرونده رسیدگی شده، یه بار قبل از اون تو پاریس رسیدگی شده. در تمام این موارد راجع به اصل پول، یعنی اون 400 میلیون پوندی که وزارت دفاع بریتانیا باید بده، بحثی نیست. بحث سر سودشه که امروز وزارت دفاع تو بیانیه‌اش دست روی اون نکته گذاشته و اینکه این مبلغی که گفته میشه بحث اصلی نیست. البته این سود به نسبت خود اصل پول و دادگاهی که قرار اون هم به زودی برگزار شه خیلی مبلغ گنده ای نیستش، ولی با این حال ایران سرش بحث داره. نکته ای که خیلی مهمه در مورد این پرونده، یعنی جایی که الان بهش رسیده، اینه که خب وزارت دفاع بریتانیا، یعنی دولت بریتانیا، برای اولین بار گفتش که قبول کرد که ما این پول رو میدیم در نامه به وکلای نازنین زاغری، و این خب اولین بار بودش که میپذیرفتن. وکلای نازنین زاغری هم میگفتن که خب شما بیاین از طریق این کانال مالی که زدن و میشه پول رو پرداخت کرد از طریق اینستکس بدین. خب قبل از این بریتانیا دلایلی می آورد مثل تحریم ها، ولی حتی موقعی که تحریم ها نبود، یعنی چه سال 2010 که تشدید شد در دوره آقای اوباما و بعد چه در دوره آقای ترامپ، بس برای این بودش که یک دوره بودش که بشه این پول پرداخت شه. وزارت دفاع بریتانیا میگه اون موقع ما مجبور بودیم که پول رو به یه نهاد نظامی ایران بدیم که نمیشد، در نتیجه بهتر بودش که به بانک مرکزی بدیم، و بانک مرکزی ایران بلافاصله دوباره الان رفته زیر تحریم و اون امکان هم بسته شده. که تو هم گفتی وزیر دفاع این نامه رو به وکلای نازنین زاغری نوشت و خیلی امیدواری رو ایجاد کرد برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران از طریق پرداخت این بدهی، که الان وزارت دفاع میگه که این ربطی به این زندانیان نداره. الان پرونده اینها چه اتفاقی قرار براش بیفته؟ یه چیزی از روز اول مشخص بود و اینکه موضع رسمی ایرانی بودش که این پرونده نازنین زاغری و پرونده تانکای چیفتن به هم مرتبط نیستند. در مورد خود دولت بریتانیا، زمانی همین آقای بن والاس وقتی که در واقع نماینده بودش گفته بودش که، حالا نقل به مضمون میکنم، که بریتانیا باید این پولو بده واسه شرمساری و این رویه نبوده که ما این پولو ندیم. یعنی بحث اون موقع این بودش که دولت بریتانیا نه دولت بریتانیا، حداقل آقای بن والاس که الان وزیر دفاع، به نحوی پذیرفته بود که این پول باید داده بشه. بحث این که این دوتا موضوع به هم ربط پیدا میکنن، یک موضوعیه که خود خانم زاغری مطرح میکنه که گفته بودن که به نفعی در واقع دولت منو گروگان گرفته در ایران. یه بحث دیگه برخی از رسانه‌ها داخل بریتانیا بود که میگفتن این دوتا پرونده به هم وصلن و خب گزارش‌های در این باره چاپ کرده بودن، که این باز یه موضوعی بودش که این دوتا پرونده رو به هم ربط می‌داد. و موضوع دیگه هم که خب خود همسر خانم زاغری مطرح کرده بود که قاضی پرونده گفته که این دوتا پرونده به هم ربط داره. چیزی که ما الان داریم از ایران می‌بینیم، چه وزارت دفاع که شاکی پرونده است، چه وزارت امور خارجه ایران، و حالا چه در واقع دادگاه انقلاب، دادن روشن میکنن که به نظر میرسه که سرنوشت پرونده خانم زاغری خیلی مرتبط نیست. فقط من نکته آخر در مورد بگم اینه که دادگاهی که قرار برگزار شه و به نحوی سرنوشت این پول رو معلوم کنه و اون وقت ببینیم که نظر آقای والاس درسته که باعث آزادی زندانیان میشه یا نه، افتاده به دلیل کرونا تو روز انتخابات آمریکا. این همون موضوعیه که وکلای خانم زاغری میگن برای دولت بریتانیا هم این نگرانی وجود داره که دولت آقای ترامپ واکنش نشون بده، و به این دلیل این روز این دادگاه افتاده دقیقاً روز انتخابات آمریکا. متشکرم از تو امید منتظر اینجا در استودیو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. با گذشت تعداد مرگ‌های ناشی از کرونا در جهان از 900 هزار نفر، بسیاری از کشورها برای بازگرداندن قرنطینه محلی یا سراسری آماده می‌شوند. وزارت دفاع ایران می‌گوید با توجه به اذعان وزیر دفاع بریتانیا، انتظار می‌رود لندن برای پایان دادن به نارضایتی ایران بدهی 40 ساله تانک‌های چیفتن را تسویه کند. در ادامه برنامه، انسان بزرگترین خطر برای حیات وحش. تحقیقات میگوید در نیم قرن گذشته 2/3 حیات وحش را از بین برده ایم.
هزاران پناهجو در جزیره لسبوس یونان دیشب را بدون سرپناه در خیابان‌ها سپری کردند. پناهجویان به بی بی سی فارسی گفتند تا این لحظه آب و غذا بین آنها توزیع نشده. کمپ موریا که بزرگترین اردوگاه پناهجویان در یونان بود، پریشب در آتش سوخت. 13 هزار پناهجو که 70% آنها اهل افغانستان هستند، در این کمپ زندگی می‌کردند. این در حالی است که این کمپ تنها ظرفیت 3000 پناهجو را دارد. امروز صبح بیش از 400 کودک به سرزمین اصلی یونان منتقل شدند. مقام‌های یونان و اتحادیه اروپا قول دادند برای اسکان موقت پناهجویان چند کشتی را به منطقه اعزام خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش پرهام قبادی. هزاران پناهجو در جزیره لسبوس یونان شب را اینطور به صبح رساندند. در کف خیابان‌ها، گاه بدون پوشش، برخی در کنار دوستانشان و برخی تنها، برخی همراه با خانواده و کودکانشان، روی زمین جاده‌ای که به شهر میرسد، اما پلیس راه را بسته. پناهجویان به بی بی سی فارسی گفتند از وقتی که اردوگاه موریا در آتش سوخت بدون غذا و آب ماندند. یه کمی باقی نمونده، حتی یه دونه چادر. همه سوخته، همه آواره شدن تو خیابون. نه آبی، نه غذایی از دیروز تا الان دو روزه هیچی وجود نداره واسه خوردن و آشام میدم. آتش پریشب به جان بزرگترین اردوگاه پناهجویان در یونان افتاد. آتشی که 13000 آواره را بار دیگر آواره کرد. کمپی که گنجایش تنها 3000 نفر را داشت، اما 4 برابر ظرفیتش پر بود. از آدم‌هایی که ماها و بلکه سالها در این برزخ گرفتار بودند. برزخی که آتشی جهنمی تخریبش کرد و هرچه باقی مانده بود دیشب دوباره آتش گرفت و سوخت. مهاجران میگویند راستگراهای افراطی محلی کمپ را آتش زدند. مقام‌های آتش نشانی یونان اما میگویند پناهجویان معترض مانع اطفای حریق شدند. اتحادیه اروپا دیروز قول کمک داد و امروز صبح زود بیش از 400 کودک بی سرپرست به سرزمین اصلی یونان منتقل شدند. مسئول امور داخلی اتحادیه اروپا قول اعزام یک کشتی داد، اما نه برای انتقال پناهجویان به کشورهای دیگر یا سرزمین اصلی، بلکه برای اسکان اضطراری روی آب. ما مسلماً آماده حمایت از نیازهای یونان هستیم. یک کار فوری که برای مثال انجام میدیم اعزام یک کشتی است تا سرپناه برای آسیب پذیرترین افراد باشه. زنان حامله، کودکان، برای امشب و هفته های آینده. مقام های یونان هم میگویند 3 کشتی را برای اسکان موقت پناهجویان اعزام کردند که گنجایش 2000 نفر را دارد. اما برای 11000 پناهجوی دیگر وزیر مهاجرت یونان گفته کمپ اضطراری میسازند. این زن رهبر آلمان از معدود سیاستمداران جهان که با آغوش باز پذیرای میلیون ها مهاجر شد. دیروز دولتش دوباره به یونان بلافاصله پیشنهاد کمک داد. و صدها نفر در خیابان های برلین با پناهجویان در یونان اعلام همبستگی کردند. فریاد میزنند ما در آلمان جا داریم. این مرد روی پلاکاردش نوشته پناهجویان را بیاورید اینجا. پناهجویان در جزیره لسبوس اما فعلا نگران نیازهای اولیه‌شان هستند و آینده‌ای که از پیش روشن‌تر به نظر نمی‌رسد. پرهام قبادی، بی بی سی. بعد از کالیفرنیا حالا نوبت به ایالت اورگان رسیده که در شعله‌های آتش بسوزد. 5 شهر در این ایالت سوخته و خاکستر شدند. هوای خشک و گرم در غرب آمریکا حالا مدتی است که جنگل‌های این منطقه را به کام آتش کشیده است. ایالت‌ها امکانات کافی برای مقابله با این حجم از آتش سوزی را ندارند. خبرنگار ما سام فرزانه از واشنگتن گزارش می‌دهد. آتش سوزی‌های مهیب حالا به ایالت اورگان رسیده در مرز شمالی کالیفرنیا. تا به حال کشته شدن 3 نفر بر اثر آتش سوزی در این ایالت تایید شده است. مقام های محلی به شدت در حال تلاشند تا مردم را از منطقه خطر دور کنند. از کلانتری اومدن و گفتن که آتش سوزی درجه 3 است. زود برید بیرون. اسناد و مدارک رو بردارین و برید. این که تنمه همه یه چیزیه که برام مونده.
فرماندار اورگان هشدار داده که این آتش سوزی در تاریخ ایالت بی سابقه است. ایالت واشنگتن در شمال اورگان هم در حال سوختن است. یک نفر هم در آنجا قربانی آتش سوزی شده. آتش سوزی های گسترده در غرب آمریکا از کالیفرنیا شروع شد. این پل مشهور شهر سان فرانسیسکو است و این تصاویر بدون هیچ فیلتری به رنگ نارنجی هستند. میگن که دود آتش از اورگان میاد که صدها مایل اون طرف تره. شبیه آخر زمان شده، وسط روزه ولی شبیه نصف شب شده. ساعت 11:15 صبح، دیوونه کننده است، تقریبا مثل نصف شب شده. کالیفرنیا سالهاست که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند. دانشمندان می گویند که 20 سال است این ایالت دوچار شده است. کاهش بارش باران موجب خشکی جنگل ها شده و آنها را برای سوختن آسیب پذیرتر کرده. افزایش دمای هوا هم در این منطقه بی سابقه است. در چند روز گذشته دمای بخش های از لس آنجلس به 50 درجه سانتیگراد رسید. دمای بی سابقه برای این منطقه. تعداد کشته های آتش سوزی در کالیفرنیا به 11 نفر رسیده. 9 ایالت غربی آمریکا حالا به نوعی با آتش سوزی ها درگیر هستند، اما بارش تابستانه برف در ایالت کلرادو به نظر می رسد که دست کم بخش های از این ایالت را از سوختن مصون داشته. چند روز پیش از این بارش همین منطقه داغ‌ترین روزهایش را تجربه می کرد. با اینکه بسیاری تغییرات اقلیمی را عامل این بالا رفتن و پایین آمدن دما می دانند، اما به نظر نمی رسد که دولت آمریکا هیچ تمایلی به پذیرفتن این استدلال ها داشته باشد. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می گیریم. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک متهم به ترور دو روحانی مشهور این کشور به نام‌های ایاز نیازی و عزیز الله مفلح خبر داد. به گفته این نهاد، فرد دستگیر شده مسئول خودخوانده گروه داعش در ولایت‌های شمال و شمال شرق افغانستان است. کشته شدن این روحانیون 3 ماه پیش در انفجاری در 2 مسجد کابل واکنش‌های زیادی برانگیخت. امنیت ملی افغانستان گفته متهم در چند حمله دیگر هم دست داشته. پزشکان آلمانی میگویند الکسی ناوالنی، فعال مخالف دولت روسیه، بعد از خروج از کما دوباره صحبت میکند. الکسی ناوالنی ماه گذشته در پروازی از سیبری به مقصد مسکو به شدت بیمار شد و بعدتر برای ادامه درمان به برلین آلمان منتقل شد. نخست وزیر ایتالیا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او اطمینان داده کمیته‌ای را برای پیگیری دلایل مسموم شدن آقای ناوالنی تشکیل دهد. دانشمندان آلمانی میگویند الکسی ناوالنی با گاز اعصاب نویچوک مسموم شده. بازرسان سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود اعلام کردند سلاحهایی که توسط ایران و کشورهای غربی برای هر دو طرف درگیر در یمن فرستاده می شود بر آتش این جنگ 6 سال افزوده. آنها همچنین گفتند جنگ یمن همچنان این کشور و مردمش را به سوی ویرانی می کشاند. این بازرسان برای اولین بار خواستار یک تحقیق بین المللی برای جنایت جنگی احتمالی در یمن و تحریم عاملان آن شده و گفتند ممکن است هر دو طرف جنایت جنگی مرتکب شده باشند. همزمان سخنگوی ارتش حوثی ها گفته موشک حوثی ها پایتخت عربستان را هدف قرار داده و این حمله در پاسخ به حملات مداوم نیروهای ائتلاف به رهبری یمن در عربستان بوده. معذرت میخوام، در خبر آخری که خوندم حملات عربستان در یمن بعد می بود که این خبر را متاسفانه اشتباه خوندم. معذرت میخوام. انسان در طول 5 دهه گذشته نزدیک به 2/3 از جمعیت حیات وحش را منقرض کرده. گزارشی تکان دهنده از یک مؤسسه تحقیقاتی نشان میدهد توسعه طلبی و مصرف گرایی انسان ها که در نیم قرن اخیر شدت گرفته بیشتر گونه های جانوری جهان را از بین خواهد برد. در این گزارش راه حل هایی برای مقابله با این روند پیشنهاد شده. سیاوش اردلان گزارش میدهد. خرس قطبی نماد رابطه ما با سیاره است که در آن زندگی می‌کنیم. پس تعجبی هم ندارد که جزو گونه‌های رو به انقراض باشد. ولی رابطه ما با زمین از این هم بدتر است. طبق برآورد تازه صندوق جهانی حیات وحش، ما انسان‌ها در 50 سال گذشته 68% جمعیت حیات وحش را از بین برده‌ایم. 2 سال پیش که گزارش قبلی منتشر شد، این رقم 60% بود. از مناطق قطبی گرفته تا آب‌های گرم کارائیب تا جنگل‌های البرز، در همه جای جهان ردپای ویرانگری بشر دیده می‌شود.
در این گزارش 20,000 گونه مختلف در 5 قاره جهان بررسی شدند. اون چه ما میبینیم نابودی فلهی سرمایه های طبیعی ما در طول حیات فقط یک نسل از بشره و این روند داره سریعتر و مخربتر میشه. برای همین لازمه که همین الان ترمز دستی رو بکشیم و جبران مافات کنیم. یکی از دلایل اصلی این نابودی کشاورزی بیرویه است. 80% اراضی کشاورزی صرف خوراک دام میشود. در هر زمان 1.5 میلیارد گاو بر روی کره زمین آماده تحویل گوشتی هستند که برای هر کیلوگرمان 15,000 لیتر آب مصرف می شود و این سبک زندگی عرصه را برای دیگر شاخه های درخت زندگی تنگ کرده. در 20% باقی مانده از اراضی کشاورزی که به قیمت تخریب زیستگاه های حیات وحش به دست آمده میوه و سبزیجات تولید می شود، مثل این مزرعه پرورش موز در غنا. حیوانات حیات وحش از زیستگاه های خود رانده می شوند تا انسان هر وقت میلش کشید موز بخورد. حکایت همه جا همین است. در جنگل‌های آمازون برزیل هر دقیقه به اندازه مساحت یک زمین فوتبال از جنگل‌های ناب زمین تخریب می‌شوند. و تازه 1/3 همین غذاهای به دست آمده از این سبک کشاورزی و دامداری یا هدر می‌رود یا اسراف می‌شود. حتی قبل از نیم قرن گذشته بسیاری از گونه‌های جانوری به دلیل توسعه طلبی بشر نابود شدند. از ببر مازندران گرفته تا ببر تاسمانی. اما آنچه در 50 سال گذشته رخ داده کره زمین را وارد دوره‌ای کرده که دانشمندان از آن با عنوان دوره ششم انقراض بزرگ نام می‌برند. بیشترین این کشتارها با انقراض 95% مهره‌داران در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب بوده. اما آسیا و اروپا و اقیانوسی هم کم و بیش اوضاع همین است. دود این ویرانگری امروز به چشم انسان‌ها رفته. تحقیقات نشان می‌دهد باید سرنخ ویروس کرونا را در خفاش‌ها جستجو کرد. ما اطمینان داریم عامل اصلی گسترش ویروس کرونا دسترسی به زیستگاه‌های حیات وحش، ربودن گونه‌های وحشی و تجارت با اونها بوده. این یک هشدار روشن طبیعته که از بین بردن زیستگاه‌های حیات وحش در یک نقطه دورافتاده جهان مستقیماً ما را تحت تأثیر قرار می‌ده. این زیستگاه‌ها حاوی ویروس‌هایی هستند که اگر تخریب نشوند همانجا می‌مانند. با همه این اوصاف در گزارش صندوق جهانی حیات وحش آمده که ما می توانیم با استفاده از فناوری و دانش جدید از گونه های باقی مانده ولی رو به انقراض حفاظت کنیم، ولی یک اراده قوی و همکاری جهانی می طلبد و مهمتر از آن تغییر بنیادی در روش های ما برای تولید و مصرف غذا. سیاوش اردلان، بی بی سی. مرسی به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.